روند رو به رشد نرخ بیکاری در یونان ادامه دارد. در 3 ماه اول سال جاری نرخ بیکاری در این کشور به 27.4% جمعیت فعالان رسیده است. این در حالی است که در 3 ماه آخر سال 2012 این نرخ 26% اعلام شده بود. امریکا ناامیدی را در بین شهروندان بیش از پیش افزایش داده است. هیچ نور امیدی در انتهای تونل مشاهده نمی شود. حقوق و دستمزدها کاهش یافته و در آینده نیز کاهش پیدا خواهد کرد. دیگر اینکه روند گرانی ادامه دارد و آخر آن که بله کار کردن برای هیچ و یا 100 یورو اشتغال زایی خواهد کرد و اگر این به معنای احیای امور اقتصادی است نه مرسی. از سوی دیگر بحران اقتصادی و کاهش میزان سرمایه گذاری بخش صنعت گردشگری یونان را نیز از گزند خود در امان نگذاشته است. حدود 17% تولید ناخالص داخلی این کشور از این صنعت است. دولت یونان با اعمال اصلاحاتی در این بخش امید دارد رونق را به آن بازگرداند. بحران بر روی مکانهای گردشگری نیز تأثیر منفی داشته است. همانطور که قبلا گفتم کاهش تقاضا در این بخش موجب شده طی 4 سال گذشته بیش از 40% قیمت ها کاهش یابد. اما باید به جنبه مثبت قضیه نگریست. ما امروز بهترین قیمت نسبت به کیفیت را ارائه می دهیم. یونان در 6 سال بحران اقتصادی به سر می برد و بیش از 4 سال است که نهادهای بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول، یکی از طلبکاران این کشور، اعمال و اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی را به یونان تحمیل کردند. این کشور توریستی بیش از سایر کشورهای حوزه پولی یورو از بحران اقتصادی رنج می برد.